خیلی مهمونمون با حال خداییش. الان اینجا داشتیم این تصاویر رو میدیدیم، همه بچه ها شروع کردن به دست زدن، به خصوص با اون رقص معروفی که خیلی هم وایرال شد و فکر کنم نماد رقص مردانه شده دیگه در فضای مجازی، با بازیگر، صدا پیشه، کارگردان، تئاتری، استاد خواندن کتاب‌های صوتی و بیشتر از همه رفیق درجه یک بوتن شکیبا. دمت گرم. به شما من سلام عرض می‌کنم. سلام به شما عادل خان عزیز و محمد عزیز. واقعا من جز آرزوهام بود بیام، حسرتم بود، هرگزم فکر نمی‌کردم به آرزوم برسم ولی شد. یعنی معذرت خواهی هم می‌کنم از مردم، من خیلی فوتبالی نیستم، متأسفانه آقای یحیام نشد بیاد، مجبورم منو تحمل کنم، خیلی فوتبالی نیستم، ولی مهم اینه من به آرزوم رسیدم دیگه. این وسط کم هم نیستی، ما همین اواخر پشت صحنه مهمونی ها با هم حرف زدیم، یه روز گفتم بوتن فوتبال میبینی؟ اونه گفت هر چی گذشته علاقم بیشتر شده و الان فوتبال میبینم. عین همین بحث رو سر میز صدا داشتیم. در واقع من خیلی خوشحالم. حالا محمد در موردش صحبت کرد، یعنی کمتر کسی پیدا میشه که اینقدر تو همه چی خوب باشه. یعنی بازی های تئاترش اصلا فوق‌العاده بی‌نظیر، بعد صدا پیشگی اصلا یه تالنت، یه استعداد عالی، همه چی تموم، بازیگری تو سینما، تو همه چی آدم اینقدر خوب باشه واقعا خجالت میکشم، قرمز میشم، مثلا خیلی قرمز نشم. یه چیزی عادل، من پسر بسیار خوبیه، همون همه اینا رو داره، ادا نداره. یعنی راحت شما واقعا، حالا ما همین یکی دو ماه مرتب و مستدام سر کار بودیم، هیچ ادایی نداره هوتن. از روزی که واقعا دوتامون شاید تو دانشگاه تو این جشنواره ها این ورمون میرفتیم تا الان که به نظرم یکی از سوپر استار های سینماست بدون هیچ اغراقی، ذره ای تغییر نکرده و همون مونده. این مهمترین ویژگیشه. دمت گرم. آقا یه چیز بگم، من فکر کنم بعد از شبی که ما کامل شد با هم دیگه ارتباط گرفت. فکر من اون جشنواره رفتم فیلمو دیدم، بعد بازی بارسلونا و ویارئال بود اگه اشتباه نکنم، یه چیزی که من لحظه رو یادم. بعد من توی من کاخ جشنواره بود، کجا بود، یه گوشه کوچیک داشتم، این گوشه آنالوگ بود، بعد گوشه بازی خیلی بازی حساسی بودم، چی بود، چه فصلی بود، قطعا جشنواره بود مثلا تو بهمن، نه چرا اینقدر بازی براش، خیلی بازی حساسی بود، کاری ندارم. آقا من گوشی رو برده بودم اونجا، بعد خب نورش مینداخت، بعد نورش رو کم کردم، صداش هم که بسته بودم، بعد نه را فکرم جایی بودیم فیلمی آخه نه آره نکته اینقدر خوب بود هوتن. خب بعد بازیگر دیگه بیخیال شد، نگاه میکردم مثلا میذاشتم اونجا، سردم بود، یه پالتو داشتم، بعد پالتو میذاشتم، گوشی میذاشتم اینجا، بعد میوردم مثلا میدم بازی اینجوری با بدبختی اینجا میدم، مثلا میدم یک هیچ، بعد که من میگفتم دیوانه ای، خب واسه چی اومدی اصلا سینما؟ خب ولی اینقدر فیلم خوب. بعد نم چی شد با هوتن دیگه کلی رفیق شدیم، بعدش من ازش تعریف کردم و چقدر درجه یک و درخشان بود بازی توی اون فیلم و باعث شده خواستم بازی رو من من اولش یادم، هنوز فیلم شروع نشده بود، من هی داشتم میرفتم هندل کنم مهمونی کسی بتونه بیاد اگه مونده بیرون، بعد دیدم عادل خان اونجاست، منم که خب دیوونه وار دوستش دارم و خیلی هم خوشحال بودم، چون من جشنواره دیگه مثلا دیده بودم فیلمای دوستامو مثلا رفته، همش اینجوری بودم ای بابا کی میشه فیلم ما رو ببینه. اونجا خیلی خوشحال شدم، رفتم پیشش که مثلا تشکر کنم، دیدم فوتبال داره. بعد گفتم فوتبال میبینی؟ یه لحظه پرید، یعنی ذهنی هم اون تو بود کامل. آره یه لحظه پرید، گفت ترسیدم و اینا، گفتم فیلمو ببین حالا بعدا نتیجهشو چک کن. آره و بعدش فکر کنم، حالا نمیدونم، من اینجوری تو ذهنم حتی شاید قبلش اولیور تویست اومد. اولیور تویست، آره راست میگی، آره اولیور تویست اول اونجا بود که در اصلا اونجا فهمیدم چقدر من کارش درسته. اصلا تو تئاتر که اصلا تئاتر موزیکال آره. بعدش هم دیگه کارهای دیگه‌اش، بعد دیگه رسید به اون، من بچه رو خیلی دوست داشتم توی این صدا پیشگی مهمونی، توی مهمونی آره. و خب همه چیز خوبه دیگه. البته هوتن اونجا 4 تا صدا پیشگی داره، بچه، دیبی، شاباش و خونه بغلی. درسته؟ اینقدر زیاده خودم هم یه ذره با احتیاط شمردم. بعد هر کدوم از صدا پیشام اگه یه خورده دیر بیان یا نباشن
هوتن صدای اونا رو هم میگه، معروفه به نونبر اعظم. هر بار من میگم نونبر اعظم یه لحظه نیای نونمون رو میبره. آره من دو سه بار دیدم وسطای همساده بود از پشت گرفتن. این هم خیلی استعداد فوق العاده ای مخلصی. حالا محمد که اینو میگه لطف داره، شما هم همینطور. محمد که خوش واقعا درجه یک تو صدا پیشگی. من اوایل کلا قرمزی یادم نمیره دست به دامن محمد میشدم، چون دی بی کاراکتر خیلی سختی بود برام و من هی خواهش میکردم از محمد، میگفتم الان چیکار کنم، چون بداهم هست همه چی هم باید بداهه، برعکس میگفتم خیلی کار سختی بود. ما این نسبت فامیلی هم البته داریم دیگه، عروسک گردان دی بی همسر منه. آره مهناز خطیبی عروسک گردان دی بی، عروسک گردان درجه یک واقعا. مخلصی دی بی همونه بود که همشه برعکس میگفت دیگه. بله دی بی الان طرفدار کیه به نظر در جامعه ملت؟ من با خودم فکرم اینا بچه که به نظرم خیلی فوتبال دارن. لهستان، طرفدار لهستان دی بی. الان آفریقا جنوبیه دیگه، دقیقا برعکس میاد این بر پایین. خب آمریکا رو دنبال میکنه. بچه فوتبالی بودی؟ من بچگی آره مثل همه خیلی فوتبال دوست داشتم، مخصوصا جام جهانی ها خیلی عجیب و غریب جذاب بود. و الان من سنندجی هم و اونجا هم علاقه به فوتبال خیلی زیاده و خب خیلی من خاطرات جذابی از فوتبال دارم. امروز که داشتم می اومدم اینجا به این فکر میکردم که بهترین خاطراتم از فوتبال چیه. هی همش برمیگشت عقب، بازی که خب خیلی این مدت تو این سالها آدم فوتبال دیده، بازی جذابم خیلی زیاد بوده، بازی که خوشحالم شدیم خیلی زیاد بوده، بازی که ناراحتم بودیم زیاد، ولی انگار تو اون دوره خوشحالی و ناراحتیمون تو همه چی انگار بیشتر بود. یعنی من داشتم فکر میکردم چیزایی مثلا محوی حتی یادم میومد در مورد مثلا ایتالیایی که من خیلی بچه بودم، مثلا شیلاچی بود، اسکیلاچی. اونو من کامل یادم، اون بازی رو یادمه توی مثلا 1990. تو چند 90 چند سالت بوده؟ من 6 یعنی متأهل 84 62 هستی تو نه؟ 63. آره ولی مثلا اونا رو یادمه. و اینکه خانوادگی جمع می‌شدیم، خانواده عمم عموم اینا همه جمع می‌شدن توی تلویزیون سیاه‌سفید اون بازی‌ها رو می‌دیدیم و اینا. یا مثلا به این فکر کنم که بچه کوچه بودی؟ آره ولوی فوتبال آره بودی؟ مثلا کلا اینکه ما نداشتیم که دیگه بجز فوتبال. حالا ما تو شیراز بهش میگیم گلفنی، به این گلا نمیدونم فکر کنم بقیه جنوب هم همینه. شما اسمی دارید برای این گل؟ گل کوچیک میگین، کردیش چی میشه؟ گل کوچیک که نمیگیم، هم فکر کنم فوتبال. فوتبال کردا کلا خیلی هنرمندای درجه یکی دارن. حالا تو حوزه کاری خود هوتن مثلا نوید محمدزاده، اون از تئاتر شروع کرد، یه فوتبال، اونم خیلی فوتبال، اونم خیلی فوتبال. بعد مثلا کامکارها، اون ناظری، اندلیب، کلی آقای کلهور، آقای کیهان که خیلی فوتبالی. حالا جالبه آره، اینو آره. من بگم آره، من چون دوستی آره، من خیلی قدیمی با آقای کلهور دارم. ما کلکل جدی فوتبالی داریم. آقای کلهور یک ضد آلمانی خیلی زیاد کده هلندی و اصلا ادبیاتمون توی کلکل یه موقع به دعوا و اینا میگه برو بابا هیچی. آره من یه استاد حالا ببخشید، یه بعد بیاریمش، بیاریم اینجا قشنگ بعد من نجات پیدا کنم دست تو. خیلی خیلی فوتبالی آقای کلهور. یعنی مثلا من از خودش بگم خیلی وقتا شده مثلا با یه تبلت مثل شما قبل از کنسرت یه فوتبال دیده و لحظات آخر رفته روی استیج. ولی اون بهش نمیاد. آره اصلا نمیاد. تو فوتبال اینو میخواد، تو فوتبال خب یه ووریا رو به عنوان نماد اون منطقه بازیکن فوق العاده، یه آدم درست حسابی از همه نظر واقعا، از هر نظر. بعد مثلا یه دکتر ذوالفقار نصر بود، هر چی فکر میکنم تو منطقه خیلی فوتبالیستی که مثلا در سطح ملی بیاد مطرح بشه نبود، ولی خب تو هنر خیلی، شاید هم به خاطر نه، شاید به خاطر این بود که اون منطقه هیچ وقت تیمی توی لیگ نداشته. قطعاً همینه. یعنی یه دلیل من چون میگم از بچگی خودم دوستای دور و ورم علاقه به فوتبال خیلی خیلی زیاد و آدم‌های با استعدادم خیلی زیاد، ولی همه دیگه نهایتاً تا یه مقطع نوجوانی میتونستم بیان جلو و بعدش نه ساپورتی بود نه تیمی بود، اصلا انگار فقط یک آرزوی
از دست رفته میشه برای جوانای اونجا. حالا خیلی از شهرستان‌ها این اتفاق براشون میفته، به جز یه سری شهرهای بزرگ، شهرهایی که حالا میتونن سرمایه‌ای داشته باشن یا تیمی داشته باشن. و واقعا هم حیفه، واقعا حیفه. من بچه‌ای که کل کوچه ها درگیر فوتبال بود، یعنی بعضی موقع اینجوری میشد توی محله دیگه دو تا تیم بود، میگفتن آقا نصف بالای کوچه شما دو تا تیم بازی کن، نصف پایین. ما با اونا میگفتم ما گودال داره اونجا، حساب نیست. میگفتیم خیلی خوب، امروز ما پایینیم بدون گودال، فردا بالا با گودال. ولی متاسفانه تو بعضی شهرستان‌ها این اتفاق میفته، یعنی هرز میره این استعدادهای درجه یک. میگم حالا من حتی خاطراتی داشتم مرور میکردم امروز، یهو دیدم با وجودی که من با خانواده‌ام خیلی رفیقم، با پدرم، مادرم و برادرم خیلی رفیقم. ساکن سنندجان؟ اونا سنندجان، بله. من فکر میکنم عجیب ترین بغل کردن من بابام و داداشم مال بازی ایران استرالیا است. ما همدیگه رو ستایی بغل کردیم و بالا پایین میپریدیم. با تمام که شد یه لحظه من و بابام همدیگه رو نگاه کردیم که چی شد، یه رفتارهای عجیب و غریب. میگم این مال فوتبال دیگه، این نعمت فوتباله. یه بحث همین چند روز پیش با پیمان معادی پشت صحنه سریال داشتیم، فکر کنم با شما حرف زدم. چه پدیده‌ای در جهان وجود داره که در کسری از ثانیه یهویی تو تا ته وجودت هیجان نشون میدن؟ تو بازیگری، یک نقش دور از جان شما، دور از جان شما، به شما میگن آقا مثلا یکی از اقوام خیلی نزدیکت فوت کرده در نقش، یه بازه زمانی طول میکشه تو فکر کنی حل. یعنی تو اگه همون لحظه بگی همه میگن آقا این چه بازیه، مسخره است فلان، یا حتی خوشحالی بگن آقا تو 10 میلیون دلار بردی، میگی مگه ممکنه کجا فلان. فقط و فقط انگار فوتباله که تو اگه یک نقشی رو بازی کنی، تیم مورد علاقت یه گل بزنه، تو بگی همه میگن درسته دیگه، همینه دیگه، باید اون گل بکنی، اگه فاصله بندازی در نمیاد. هیچ پدیده‌ای مثل فوتبال اینجوری وجود نداره، بعد برای همین تصویری که ساختی با همه وجود درک میکنه. و یه نکته دیگه ببین، الان خب خیلی پیشرفت کرده سینما در این سالها، هیچ من یاد ندارم یه فیلم فوتبالی درخشان و درجه یک ساخته شده باشه که بتون این شور و هیجان و حرارت رو در بین مخاطبینش ایجاد کنه. یعنی فوتبال واقعا پدیده بی‌نظیریه دیگه، شما هر لحظه هر فوتبالی که میبینید احساس میکنه ممکنی اتفاقی رقم بخوره. اون تعلیقی که در مخاطب ایجاد میکنه تو رو میکشونه که بشینی ببینی. و همیشه یه سوالی که دارم واسه اونایی که فوتبال دوست ندارن، میگن آقا چجوری شما میتونی فوتبال دوست نداشته باشید؟ و خیلی هستن که مثلا میگن آقا اصلا چی ولمون کن بابا، چی این فوتبال اصلا به چه درد میخوره؟ با بشینن دو ساعت بشینه آدم. ولی اونایی که لمس کردن اصلا نمیتونم بفهمن کسایی که از فوتبال لذت نمیبرن. شاید برعکسش عجیب و غریبیه، من نمیدونم واقعا. خیلی چیز عجیب و غریبیه. لحظه هایی برامون ساخته تو زندگی قابل مقایسه با هیچ لحظه تو زندگی نیست. اینش خیلی باحال. نظر من دراماتیک ترین اتفاق که روی کره زمین میتونه اتفاق بیفته فوتباله. یعنی اگه بگیم مثلا این یک ترجمه متمدنانه از نبردهای گلادیاتوری، مثلا ته درام رو که به نظر من هیچ فیلم سینمایی یا سریالی نزدیکش هم نمیتونه بشه، یه سرمونی، یه جشن دست جمعیه که توی به اندازه کره زمینه، تکراری هم نمیشه. آره، هر بار یه قصه جدید که میتونی باهاش بشینی گریه کنی، میتونی باهاش باهاش امیدوار بشی که آقا تیمه دقیقه 100 گل زد، پس منم هر چقدر شکست خوردم فردا صبح دوباره میتونم بلندشم دوباره شروع کنم. من هم خودم هم خیلی از نزدیکانم دیدم که مثلا تحت تأثیر یک مسابقه فوتبال گفتن آقا درسته، ولی دوباره بلند میشم یه کاریش میکنم. و یه پدیده‌ایه که ببین یه ملت رو میتونه با هم متحد کنه. یعنی پله یه بار گفته بود که خب پله جزو کسایی بوده که به حال فرودست بودن در حال به خود برزیل، میگن تو فاولا زندگی میکردن یه جایی مثلا بیغوله تور، و خودشون میگن که شکست سال 1950 که تو ماراکانا در حضور 178 هزار نفر به اوروگوئه باختند،
و اونجا بود که اون سفیدهایی که مثلا جزء خانواده های پولدار بودن و اون کسایی که به هر حال جزء خانواده فرودست و همه در کنار هم قرار گرفتند و اون غم ناشی از اون شکست دردناک و تراژیک کشور برزیل رو متحد کردن، هم فهمیدن که ما همه با هم میتونیم باشیم و این تنها پدیده ای که میتونه ثروتمند رو در کنار فقیر، نمیدونم آدم در مرتبه بالا اجتماعی در کنار مرتبه همه رو در کنار هم در یه لحظه به وجد بیاره و یا ناراحتشون کنه. خیلی چیز عجیب غریبی، من نمیدونم چرا استیل فوتبال دوست ندارم. یه چیز دیگه برای به این اضافه کنم که باز دو سه روز پیش توی بازی مجارستان ذهن منو مشغول کرد، همه اینایی که گفتیم قبوله، ولی میخوام آنتیتزش هم بگم. فوتبال قصه مرگ و زندگی نیست. یعنی به نظر من شاید این یک توصیه هواداری به خودم و بقیه باشه. وقتی اون آقای بارناباس وارگا در مجارستان مصدوم شد، سرش ضربه خورد، تو یه لحظه یه بازیکن مجارستان با آرنج دروازه‌بان خورد تو گیجگاش و افتاد و همه چیز انگار در یه لحظه یخ شد. اون لحظه تو میگی که همش یه بازیه، فقط الان اون آدمه مهمه. مثل اتفاقی که برای آقای اریکسن افتاد. یا اون بازی که فکر کنم خود شما گزارش میکردید، مارک ویویان فو، من اینجا نوشتم 2003 گزارش بازی، نه اون بازی من گزارش نمیکردم، بعد بازی بعدی فینال که به یاد اون اومدم و خیلی ناراحت کننده بود. دقیقه اینم شماره پیرهنش وایس دادن همه کنار زن، خیلی ناراحت کننده بود اتفاقی که جام کنفدراسیون بازیکن کامرون فوت کرد. آره که اصلا من میگم اون لحظاتو که میبینی یه کمی باید دوباره به خودمون یادآوری کنیم که تهش بازیه، تهش انترتینمنت، سرگرمی و واقعا عشق، زندگی، انسانیت یه پله بالاتر قرار میگیره. از خشمهای خیلی جدی شاید باید پرهیز کنیم، حالشو ببریم. حالا یه کاری کردیم، هوتن میگه آقا اینا چی دارم میگن، قطعا از این به بعد میشینم تمام بازی ها رو میبینم، پیش بینی میکنم یکم دوباره. آقا بریم لیگ. آره بریم. بریم. آقا چرا؟ نه دقیقاً چون اولی. بله. آقا واقعا زیر سوال رفته اصلا یه حتی سیروان ببین آقا دست سب کن، دست نداره این جدول. تمام. کاش زیر لباسم یه چیزی نوشته بود. البته لیزر کردم، میتونم بزنم بالا. نه نه به درد نمیخوره. نه 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 بچه نه 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 همه گفت هیچکی استقبال نکرد. حالا نکته جالب بذارت بگم. آقا رامبوت منم ماجره خیلی هم خوشحالم. آقای رامبوت رو خواهش میکنم همه راجبه صحبت کنم. پری روز اول بود، آقا یعنی وایس میداد به من، به تو هم وایس داد، به همه به همه داده. بعد چقدر این چیزه، یه گیف هم درست کرده با خودش، همون گیف معروفه که داره اینجوری میکنه. اون گیف رو رفته به تمام این لیست فرستاده، فکر کنم به همه. حالا ما رامبد حتما هفته بعد میاریمش. بله. حتما میاریمش اینجا، یه پاسخگو باشه. آره بعد پاسخگو باشه، بعد واسه ما فخر میفروخ آی نه فلان و بهمان و شما چی میگید. حالا الان رفتم پای ماینا، حالا من موقع 12ام بودم، به من وایس داد که دیدی اولم و اینا، گفتم والا این اولی خیلی وفا نمیکنه، میزا به کسی وفا نمیکنه، من یار 12ام تیمم، بیا با اینا. الان البته اومدم تو ترکیب، الان 11ام. آره این آره هوتن اومده 11ام تو صفحه دوم. من واقعا سه تا بازی رو کلا نزدم. سه تا بازی رو، سه تا دو امتیاز میگرفتیم. نه سه تا بازی بود که حتما برنده هاشو درست مثلا کدوم بازی؟ بازی دوم، سوم و چهارم بود. کرد سه تا دو امتیاز دید. آره. همین آقایی که یه رو ازش تعریف کرد اینه. اون که سه تا دو امتیاز نهایتا. بچا ببین صفحه اول بگی 139 میشدی هیچ، همون جای 11ام بودی. آره. آره حتی اگه مثلا من سه تا اگه 5 تا امتیازی میگرفتم میشد 15 100 و بازم به رام بود. ولی به هر حال همین آقای مهدی پاکدل عزیز اول بود. من اینجا گفتم مهدی شانسی زده، حالا یه شوخی 10 دقیقه وایس برای من فرستاده که برو بچه برای DVD نمیدونم آموزشی پیشبینی میفرستم. آقای پاکدل ولی عادلم خیلی خوب اومد. من خوب اومدم بالا، من خیلی غیرتی شدم. آره عصبانی شدم چند تا بازی. بابا لامصب این چک اگر گل نمیخورد آقا ول کرد بازی رو. من تو اول دوم آخرش شدن 4-2 بر نمیگشتن لعنتی ها. البته اگر من و تو اول دوم بودیم باید دوباره یه ویدیو کست میرفتی راجع به پرونده فساد در پیشبینی. نه بابا ولی
دیروز سیروان آقا همان دارن کلی واسه سیروان به من وایس داد نکته جالب میگه آقا من و زانیار آره راستش واقعا فکر کنم راست میگه یک دونه بازی رو ندیدیم الکی میزنن همه رو الکی میزنن خوش شانس و چرا آخه باید اینقدر بالا باشه سیروان صد اول با تو حالا به خاطر حروف الفا تو رو گوشیم اول نه خیر آقا نه خیر نه خیر من توی دور سوم بیشتر از دور سوم بیشتر از پس من یه موز بر میدارم بعد نه حالا زانیارم بوتن نیوه برای تو آوردن ممنونم ولی کاش این ورقا 11 تایی بود حداقل من تو صفحه اول میومدم چون 20 هستیم بعد آقا من محمدم که زنگ زد شما هم گفتین اینا من آلمانو زدم بازی اولو فرداش تولدم بود درگیر شدم آقا مبارک باشه راستی متشکرم 30 سالم شد ببخشید من دیگه فعلا سلامت باشم همه جا میگم 30 سالم 30 سالت شد بالاخره آره نه آره یه خوش شکسته شدی برای 30 ولی خوب نه این شبیه 40 سال ها آره 63 40 سال 40 سال شما شلو آقل مردیه بابا برای خودش مخلصیم آره خیلی کارش درسته در حال منم حالا ایشالله بتونم یواش یواش همینجوری بیام بالا ما موزل رامبو رو بتونیم حل کنیم عالی میشه نیاد با رامبو رو ببینیم بزنیم بازی های شنبه رو آلمانیه ها کی؟ رامبود آلمانیه، طرفدار آلمانه. جدی میتونیم یه بازی آلمان بگیمش. هوتن هم هلندیه. یه ذره گپ هلندی هم میتونه باشه. آره هلند خب یه خورده عقبه بچگی داره و گلیت و آره 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 واقعا خب گل دنیس برک عجب بازیکنه. امروز دقیقاً بحثش بود با بچه‌ها راجع به اون گلش به نیوکاسل که شاید بهترین گل تاریخ بود. تکنیکای عجیب و غریبه که اصلا در لحظه یه کاره میشد اینجوری خیلی واقعا بازیکنه الان شاید اونجوری ستاره نداره ولی به هر حال تیمی که دوست داشتنیه بعد الان اون فندایک و اینا و روبن بزرگ آریان الان با رومانیه دیگه نه آره الان با هلند خیلی تیمه یعنی خیلی ستاره های بزرگی داشته و یکی از حسرتاشون قطعا اینه که هیچ‌وقت جام جهانی رو نتونستن دوست داشتنیان واقعا آره تیمشون پیرنشون خیلی قشنگه آخ دلم می‌خواست آلمان و هلند به هم می‌خوردن دوباره این کل آلمان و هلند نه این با آلمان با من بده اینو تازه فهمیدم نه نه من آلمان و هلند یه فصل کتاب فوتبال علیه دشمن داره درباره آلمان اصلا خیلی فوق العاده است که اینا دوچرخه‌هاشون رو می‌دزدیدن آلمانیا خیلی تو دلم مال جنگ جهانی دوم آخه ماجرای جنگ جهانی دوم این چیزا رو هم داره جنگ جهانی دوم که بعد یه جای جبران می‌کنن دوباره یه جای دیگه آلمان می‌زنه و اون توف معروفه بله بله آیه رودی فولر ولی هلند و به هر حال حالا ما یه فامیل هم داشتیم هلند من خیلی چندین سال بود که نیومده بود هلند ایران زندگی میکرد هلند زندگی میکرد مثلا 16 سال بود از ایران رفته بود و ما دیگه فامیل پولدارامون تهران زندگی میکرد من خیلی منتظر بودم این برگرد در مورد هلند و اینا بشینم باهاش حرف بزنم کلی اطلاعات بده اون موقع اینترنتی نبود دادم چیز جدایی از چیزی که تو تلویزیون میبینه بفهمه اسمش هم فریده فرید برگشت گفتم هلند چه خبر کیف میکنی خیلی لذت میبری بازی ها رو میبینی چه جوریه گفت نه نه متنفرم از هلند همش آرزو میکنم به بازی گفتم چرا گفت برای اینکه اونجا بازی ها که میبرن همه میریزن تو خیابون خونه هام همه نرده نرده است میله میگیرن میکشن رو این تا صبح نمیذارن بخوابیم جدی همش دست به دام اینا ببازن ما بتونیم راحت بخوابیم یه چیزی هم اون سال حالا اینم اون سال که رابین فان پرسی اون گل خفن رو زد به اسپانیا جام جهانی 2014 بله هد عجیبه اونو در هلند سکه کردن عادل آره. اسم مرد پرنده تمرم براش ساخته بوده اصلا اصلا سکه زدن آره. من اون روز داشتم با مسعود سرفراز دوستم که اینجا با همه حرف می‌زدیم گفتیم واقعا اون دوتا گل معروف علی دایی هم واقعا دیگه چی کار باید بکنه که اونا واقعا میتونستن و میتونن سکه بله. باشن یعنی یک میراث ملیه به نظرم اون گلا واقعا یه فاصله کوتاه بگیریم یه تصاویر رو ببینیم برمیگردیم بابا خیلی خوش میگذره بابا آره داره خوش میگذره یه ظرف اگه داشتم میوه‌م میخورد ولی آره. معلوم انتظار نداشتم برداریم آره. باشه آره. گفتیم به خاطر من آوردن آره. و اینا ولی باز فکر کنم دیگه حالا ور ندارم حالا هست